اکبر جوجه بهت یاد میدم قصه نداره یه قلقایی بهت آموزش میدم که اکبر جوجت خشک نشه خوشمزه باشه و رستورانی غم نداره یه جوجه کوچیک میخواد کمی روغن بریم با هم نگه یاد بگیریم بدون خوش شدن یه اکبر جوجه با سوس اصلیش درست بکنیم فیلم هم خدمت شما رو بعد چند سال کار کردن تو یوتیوب دیگه تصمیم گرفتم اکبر جوجه رو بهتون آموزش بدم واقعا فرصتش نبود زمانش نبود اما الان زمان خوبیه برای اکبر جوجه چند تا چیز مهم رو باید در نظر بگیرید و رعایت بکنید یک دمای پختتون تو روغنی که دارید و مهمتر از اون انتخاب یه جوجه که سایز مناسبی داشته باشه اگه سایزتون مناسب نباشه باعث میشه که زمان زیادی ببره تا بپزه اون وقت شما یه تیکه چوب خشک دارید و مرغ تمام رطوبتش رو از دست داده به خاطر اینکه این روش دیپ فرای کاملا داخل روغن قرار میگیره و به قول معروف تو هموم روغنه به خاطر همین باید یه سایز مناسب در نظر بگیرید و سایز مناسب از نظر من فکر می کنم یه مرغ یک کیلو صد یا یک کیلو و دیویس عالی باشه حالا چرا دلیلش رو بهتون میگم وقتی که وسط نصفش میکنی هر پرسش یه نصفه میشه 600 گرم از این 600 گرم تقریبا 200 گرمش اینطورا استخون 200 250 گرمش استخون در میاد بازم بستگی به سایز داره به خاطر همین گوشتی که باقی میمونه گوشت زیادی نیست چون یه مقدارش هم پوسته پس این سایز بهترین سایزه منم آماده کردم بریم با همدیگه ببینیم مواد لازم چهار تا تیکه مرغ داریم البته من چهار تا تیکه گرفتم مهمونم داریم یه دونه لیمو داریم یه پیاز بزرگ داریم تقریبا به اندازه یک کاپ گردو داریم چار پنج حب سیر داریم این لیمو رو هم لازمش دارم و بهتون نشون میدم زنفرون دم کرده داریم و ادویه ها زرچوبه فلفل،, فلفل فلفل سیاه و نمک درشت پای گازم عزیزم میگیری این قابلمه هم که میبینید داخلش میتونی بگیری اونجا رو داره نشون میده اونم که این ظرفی هم که میبینید بذارید بیارمش اینم کره کره محلیه که من از کشاورزای ایتالیایی گرفتم اینجا و خیلی کره خوبیه البته اگه خواستید کره تهیه بکنید از بیرون کره بگیرید که مدت زمان زیادی روی گاز باقی بمونه توی این روشی که من بهتون آموزش میدم مرغ فقط دیپ فرای میشه دیگه تو آب نمیره کار دیگه نمیکنیم. اگه شما مرغتون آپز بکنید بعد بیاید بکنیدش داخل روغن اونم تو هموم روغن چیزی که بهتون نتیجه میده یه تیک کلاسیک خب رب انار داریم به اندازه یک کاپ رب انار دارم من و همین طور گردو حالا کار رو راحت میکنم کارمون خیلی ساده است کار پیچیده اینی اول سسشو رو آموزش میدم و جمعش میکنم این لیمو کوچیک تیکه کوچیک یادتونه این لیمو چاشنی کاره یه مقداری من رو به انارم شیرین ترشش میکنم یعنی تعمش رو بالانسش میکنم میام و به اندازه سه تا دونه سیرم برای چهار تا مرغ سه تا دونه سیرم داخلش میندازم گردوها رو میریزم ببینید سسش خیلی ساده است و هیچ کاری نداره این از این تا این مرحله یه کوچیک روغن زیتون برای اینکه راحت اینا میکس بشن و رب انارمم هم تو همین مرحله اضافه میکنم اینم از رب انارم حالا همه اینا رو با همدیگه میکس میکنم و برمیگردم اگه داشته باشید برای تمام عمر یه چاقو خوب دارید اینا چاقو یاکوزای ژاپنی هستن و چاقو خیلی خوبیه حالا در رابطه با پیازمون یه دونه پیاز ما نیاز داریم برای این چارتا. من پیاز درشتی هم انتخاب کردم که جایش از دست نره یعنی تمام قسمتاش آغشته باشن تو پیاز این پیاز خیلی تاثیر به سزایی داره خیلی هم دوست دارن میگن فلفل دلمه میزنیم بهش اما چون دیپ فرای میشه آنچنان بوش نمیمونه اما اگه دوست داشتید میتونید فلفل دلمه بهش اضافه کنید این از این مرحله این پیازامون آماده شد و عدویه هامون هم همه چی هستن حالا کاری که انجام میدم و مهمتر از همه است میرم سراغ مرینید کردن که خیلی کار مهمیه ببینید این از مرغای من سایز خیلی خوبی داره اینم از داخلش میبینید به این شکل حالا اگه خواستید میتونید یه شیاره خیلی کوچیکی با چاقو روش ایجاد بکنید نه اینکه کارو ناقصش بکنید یا خرابش بکنید یه شیاره خیلی کوچیک این از این حالا مرغا رو میذاریم اینجا و اولین کاری که میکنیم با این مرغام زیاد نباید بازی کنید اولین کاری که میکنیم اینه با زعفرون سعی میکنیم زعفرون رو به تمام قسمتاش بزنیم و با دست حسابی ماساژش بدیم حالا من اینا رو زعفرونی میکنم و کامل ماساژش میدم و برمیگردم مرغا رو حسابی ماساژش شدم پشت رو همه قسمتاش حالا اولین کاری که میکنیم چرا من از نمک درشت استفاده کردم چون میخوام بذارم این بمونه نمک درشت بزنید و تجربه بکنید کار خیلی خوبیه نمک درشت میزنم به تمام قسمتاش به این شکل این از نمک درشت اینو میذارمش کنار و بریم موادی که برای مرینیت کردنمون میخوایم آماده کنیم و هم بهتون بگم حالا زمان مرینیت برای اکبر جوجه میتونید از کمه کم کم حداقل اقل 6 ساعت تا یک روز مارینیتش بکنید به نظر من اگه بذارید یه روز کامل بمونه حسابی تم میگیره مزه میگیره عطر خیلی خوبی داره و اینکه بهتر میشه اما دیگه کمترین زمان به نظر من 6 ساعته خب این از این میایم اینجا میایم برای زردچوبه ممکنه بپرسید چرا زردچوبه این کمک میکنه که اون بو زخمش بگیره اینا هم رو همه رو من با پیاز با همدیگه دیگه میکس میکنم و بهش میزنم نوک قاشق چای خوری نوک قاشق چای خوری اینم از این فلفل قرمز فلفل قرمز من خیلی تنده حالا اینم نوک قاشق چایخوری. خوری فلفل قرمز و کمی هم فلفل سیاه برای اینکه عطر خیلی خوبی داره اینم از فلفل سیاهمون توی این مرحله اضافه میکنم و میام سراغ سیر سیرم آپشناله اگه دوست داشتید بزنید و اگه دوست نداشتید نزنید من یه دو سه تا دونه رو فکر میکنم کفایت بکنه اینم سیر رو من با پیازا مخلوط میکنم خمیر سیر استفاده نکنید سیر تازه بزنید و آب لیمو اینم از آب لیمو البته تخمینه هم داشته باشه مهم نیست چون بعدا به راحتی جدا میشه یه لیمو کاملم سعی میکنیم موادش رو در البته مقیاسش هرچی بزرگتر باشه بهتره حالا با دست حسابی اینا رو ماساج میدیم بعد اینکه ماساژ داریم به این شکل هم اسید پیاز خارج میشه و کمک میکنه که زودتر مرینیت بشه و همین که باعث زودتر حل شدنش میشه اینا رو هم سعی میکنیم که به همه قسمتاش اضافه کنیم و من نهایتا یه مقداری هم برای زیر شکماشون اضافه میکنم این از این میریم یه روز دیگه برمیگردیم بس یه روز استراحت میکنیم با مرغا و برمیگردیم خدمت صد در صد روغن باید داغ باشه که مرغا رو داخلش میذاریم این از این و پرتم نمیکنیم. نمی کنیم. این کار خیلی خطرناکیه مرغا رو میاریم و ببینید به آهستگی رها میکنیم داخل ظرفمون تمام پیاز و موادی هم که داره باید از روش ورداریم چون این پیازا ممکنه که کارمون رو خراب بکنه کاملا مواد مرینه ایدمون رو روش ورداری اگه فلفل دلمه زدید اگه پیاز زدید هر چی که داره و بعد مرغا رو ببینید به این شکل به آهستگی رها بکنید داخل ظرف تو ظرف منم سه تا تیکه بیشتر جا نمیشه و منم زیاد بهش گیر نمیدم تیکه چهارم رو بندازم ما سهممون رو با یکم مهمونامون تقسیم میکنیم این از این خب حالا رهاش میکنم باید شعله سوزنی سوزنی باشه ریز ریز شعله رو ریز میذارید و ریز قول میزنه و تا پخته بشه حالا تو مرحله به مرحله فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم اینم از این مرحله تقریبا یک ساعت گذشته و مرغا دارن تغییر رنگ میدن و داخل روغن البته کره دارن قل میخورن اینم از این فقط عجله نباید بکنید عجله نکنید زمان بدید تا اون نتیجه مثبت رو بگیرید بعد اگرم هم دوست داشتید مرغا رو میتونید تو جهت های مختلف برشون گردونید البته الان قسمت زیریش میبینید این قسمت ها کاملا پخته اگر هم کف کرد میتونید کف دورش رو همه رو ازش وردارید حالا زمانی که آماده شد دیگه فقط استرپ شدهش میارم و بهتون نشون میدم امیدوارم که دلتون نخواد خودتون درست بکنید غذا سختی نیستش من یه مقداری هم مجبورم که دیزاینش بکنم و گلایی هم که میبینید اباخچه اب همسایه‌مون تهیه شده بعد <تصحنت> آقا راست یادتون نره آخرش که رسید میتونید یه مقداری ولوم بالا ببرید که رنگش رو تلایی تلایی بکنید این از این. این این اینا چاقو تکیه که هر کدومو بخواید داخل وبسایت میتونید پیداش بکنید این هم ست داماسکوس همونه این چاقو اصلا یه جادوه وقتی که این چاقو رو استفاده کنید متوجه میشید تفاوتش با چاقو دیگه چیه البته این داماسکوس داخل وبسایت هست یه مدل هم هست که سوپر استیل با این متفاوته این قیمتش 250 دلاره اون قیمتش 150 دلاره خیلی اما سوال میکنم تفاوتش اون یه چاقو معمولی حرفه‌ایه ولی این چاقو یه جادوه آقا دیگه زیاد تبلیغ نکنیم تبلیغات بسته دوستتون دارم امیدوارم که حق مطلب ادا کرده باشم این غذا رو درست بکنید عکساش برام روی اینستاگرام بفرستید هر جای دنیا که هستید شاد و خورم باشید و بدونید جواد جوادی از استرالیا دوستتون داره خدا رو نگهدارتون